به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران. خدای خودشونو میگم، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریش داران، بی ریشان، کوسه و تمام عباب جمعی حکومت دینی که در یک کار با هم همه هم عقیده و شریکند، دزدی. همشون دزدن. الان یواش یواش دارن از همدیگه می دزدن. الان دعوا سر اینه تو بیشتر دزدیدی، من کمتر دزدیدم. این صدر اسلام که وقتی که بیت المال پول توش اومد دعوا شد، بنی امیه گفت مال منه، بنی عباس گفت مال منه، علویان هم گفتن مال ماست. پول 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 پول. نگاه کردن دیدن که خب حضرت رسول چیزی نداشت، حضرت علی چیزی نداشت، بعد از اینکه اسلام درست شد همه اینا پولدار شدن، بعضشون خوب شد، لشکردار شدن، همه کار میتونستن بکنن، قدرت پیدا کردن، بعد سر قدرت دعوا شد. و چون الله خون میخواد، شروع کردن خون همدیگر رو ریختن، یاد گرفته بودن خون ریزی رو. نتیجتا این دزدان هم همون کار رو دارن میکنن. این دزدان که برای خودشون دادگاه دزد دارن، قاضی دزد دارن، مأمور دزد دارن، سردار سپاه دزد دارن، وکیل و وزیر و رئیس جمهور و هیئت دولت و رهبر و اکبر و تشخیص و طبیله و همه اینا دزدن، این دزدا مثل اون دزدا شروع کردن با همدیگه اختلاف پیدا کردن. دزدان اصلاح طلب، دزدان نمیدونم اون یکی انتری نژاد چیه، نمیدونم یه خری دیگه، دزدان صف زن، دزدان شل زن، دزدان نصف شب، دزدان صبح، همه اینا با همدیگه باز یک چیزی رو سر پا باید نگه دارن. اون چیه؟ اسلام نام محمدی. وقتی اسلام نام محمدی سر پا بشه، این دزدا اجازه میگیرن از اون الله اون بالاییه که بیان دزدیشون رو ادامه بدن. در ضمن الله شریک دزدا میشه. حالا نمیدونم رئیس دزدا اونا رو قبول بکنه نکنه، چیکار بکنه، ولی به هر صورت هرچی میدزدن به اسم الله میدزدن. یا الله زیر زمینه، اون اسمش امام، 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 امام زمان. سهمشو باید بدی به آخوند. اون زیر زمین چیزی نمیخواد، تو زیر زمین هیچ خبری نی، هر چی سهم اونه بده به آخوند. حالا اون از کجا از ما سهم میبره؟ مملکت امام زمانیه، ایران مال امام زمانه، ارث بابای فلان فلان شده شو بوده، بخشیدن به امام زمان. صبح به صبح هم میرن تای چابه هاش صبحونه میخورن، میان بیرون یه امام زمان امضا کرد. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. گروهی از مخالفین من، دوست دارم بیشتر راجع به مخالفین حرف بزنم، بدون دلیل همه کتاب‌های دنیا رو رد می‌کنن.
کی نوشته؟ واسه چی نوشته؟ پولیشی کی داده؟ در دنیا اینا یه دونه کتاب دارن، اونم قرآنیست که تو عرش نوشته شده، تالاپی انداختنش تو مکه 1400 سال پیش. همون یه کتاب درسته، ما با اینم دعوا نداریم. برو بخونش، برو همون یه کتابی که میگی درسته برو بخونش، برو بفهمش. همه کتابای دنیا غلطه، همشون دروغ نوشتن. این که درست نوشته، برو بخونش. توراتت که درست نوشته، برو بخونش به زبونی که بفهمی، نه به قول یکی از رفیقای خودمون که یهودی هم هست میگفت، نه به زبون شلخ ملخو، به زبونی که بفهمی. قسم توهین نیستا، یه یهودی عین این حرف رو به من زد، گفت آقا به توصیه شما رفتم تورات خوندم، اگرم گیرتون نمیاد تورات، کتاب مقدس رو بگیرید، بخش اولش عهد عتیقه، یعنی همون تورات، مجانی هم میفرستن در خونتون. البته یهودی ها میگن دستکاری شده، قرآن هم میگن دستکاری شده، بعدم میگن مال مسیح هم دستکار، همه چی دستکاری شده، هر چی میخوان قبول نکنن میگن دستکاری شده، فقط اینی که ما میگیم درسته. یه وقتی من تورات رو روخونی میکردم، یا آقای از نیویورک گفت این تورات ها دستکاری شده، گفتم آقا دستکاری نشده شو بفرست، پولش هم هرچی میشه من بهت بدم. رفت دیگه نیمد. اینا همه ترکه پوله، تجارتخانه ایست به نام دین. این تجارتخانه تو چیزی نباید بخری که بیاری تو این تجارتخانه بفروشی، تو این تجارتخانه خدا میفروشی. 5000 ساله دارن تو این تجارتخانه ها خدا میفروشن، خدا تمام نشده. خریدارشی برو بخر، جهنم و بهشت و دوزخ و هرچی هم میخوای، اصلا به من مربوط نیست. زندگی خودته، هر جوری میخوای مصرفش کن. امروز از این کتابایی که مثلا این 23 سالی که علی دشتی شرح زندگانی محمد نوشته، این بی خودی نوشته، این نباید می نوشته، چون شمسی خانم گفته نباید می نوشته، علی نماد شیعه‌گری رو نباید می نوشته، محمد رضا شاه نباید می نوشته که من پاسخ به تاریخ رو میخوام بنویسم، نباید می نوشته. فقط یه دونه کتاب درسته، اونم قرآن، از آسمون 1400 سال پیش افتاد تو مکه. برو بخونش. من از حرف آدمای زنده امروز رفتم چند تا رو پیدا کردم آوردم براتون بخونم. یه جوون زیر 20 سال از ایران این نامه رو برای من فرستاده، ببخشید از ایران نیست، از آلمانه. میگه در کتب آسمانی آمده خدا سرچشمه عشق است، اما اگر واقعا خدا سرچشمه عشق است، چرا اینقدر رنج و بدبختی وجود دارد؟ بشر امروزی فکر میکنه، هر لاتعالاتی رو قبول نمی کنه. امروز دنیای دهکده شده، وقتی یه طوفان میاد تو سریلانکا همون لحظه ما اینجا میفهمیم، طوفانی که در فرانسه و اسپانیا اومد همون لحظه‌ای که میومد عکسش اینجا نشون میدادن. گذشت
که وسط صحرا هرچی دلش میخواست بگه بگه، بعدم بیان یه مشت آدم کلاه بردار به نام آخوند، فرق نمیکنه آخوند مسلمون، مسیحی، یهودی، فرق نمیکنه، بیان کلاه برداری کنن، از گرفتاری شماها استفاده کنن، بهش بهتون بفروشن. کلیسا در قرون تاریکی اروپا بهشت رو میفروخت، یه اتاق خوابه، دو اتاق خوابه، سه اتاق خوابه، دو نفش اگه میخواستی گرونتر بود. هنوزم که هنوزه، تو هر گناهی میخوای بکنی بکن، برو پول بده به کلیسا، بعد بشین واسه کشیش تعریف کن، بگو دزدی کردم، فلان کردم، حالا پشیمونم، میگه پاش برو خدا بخشیدت. کلیسای کاتولیک کشیش حق داره از طرف خدا هر کاری دلش میخواد بکن. چرا با عمل وحشیانه طبیعت این همه آدم در سال میمیرند؟ این زلزله ها، این طوفان ها، خدا کجاست؟ زکاتشون رو ندادن. چرا برای سیر کردن شکم صدها هزار انسان که از گرسنگی رنج میبرند غذای کافی وجود ندارد؟ و چرا انقدر ظلم و ستم بر مردم اعمال میشود؟ اگه خدا سرچشمه عشقه، این اتفاقات چرا میافته؟ در یکی از رمان‌های هیو والپول یک مرد جوان میگوید میدانی؟ میدانی وانسا، خدا نمیتواند وجود داشته باشد، باید به این مسئله ایمان پیدا کنی. از خودت بپرس چطور میتواند خدا وجود داشته باشد و زندگی اینطور سخت باشد. اگر خدایی بود باید از خودش دلگیر میشد، نه از من و تو. یه نفر که موضوع سخنرانی این هفته هم را دیده بود میگفت اینم عجب سوالیه، واقعا هم همینطوره. چند شب پیش همسرم سوال کرد که موضوع سخنرانی این هفتم چیست، و وقتی به او گفتم موضوع چرا خدا اجازه میدهد رنج ببرم، گفت آره واقعا چرا. من اینو با یک آقایی از آلمان، من با یک ایمیل دیگه قاطی کردم اینو، که اون جوونه زیر 20 سال، اونم براتون میخونم امروز. اما پیشنهاد من برعکس این است. پرسیدن چرا نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اولین قدم به سمت آشتی با پروردگار در خلال درد و رنج است و کاملا با سنت کتب آسمانی هماهنگی دارد. حضرت موسی با قوم خود در بیابان به جانب خدا فریاد می‌زند: خدایا چرا در حق این مردم بد می‌کنی؟ جدعون در زمان غم و ناراحتی می‌گوید اگر خدا با ماست. جدعون نمی‌دونم کیه. پس چرا این اتفاقات برای ما می افتد؟ حتما یکی از همراهان حضرت موسی بوده. حضرت ایوب که نماد مواجهه با مشکلات و رنجهاست می گوید من زندگی خودم را دارم، آزادانه گله و شکایتم را ابراز می کنم و به تلخی روحم سخن می گویم. به خدا می گوید آیا ستم دادن به من به نظرت درست است؟ پس بنابراین از خدا می شه سوال کرد. آخونده غلط زیادی میکنن که میگن نمیشه، این مال توراته. و اگر هنوز هم متقاعد نشده اید، سخنان خود حضرت عیسی را بشنوید: خدای من، خدای من، چرا من را به خودم واگذاشته ای؟ پس حالا که این طور است، اجازه بدهید ما هم پیش برویم بپرسیم چرا؟ چرا خدا اجازه میدهد رنج ببریم؟ پرسش چرا به چهار نوع مشکل و سختی نمود دارد که منجر به رنج و بدبختی میشود. اجازه بدهید نگاهی اجمالی به آنها بیاندازیم. چرا رو به چه چیزهایی میگیم که این
خداوند سرچشمه عشق است ما اون نمیخونه. بلایای طبیعی اولیشه، گردبادی به یک شهر حمله بر می شود، سیل جامعه رو نابود می کند، آتش قومی را در هم می کشد و تصادفات که هر سال جان تعداد بیشماری از مردم را می گیرد. مثلا خدا نمی توانست وقتی یک هواپیما در حال سقوط کردن است نیروی جاذبه را نگه دارد. ایده خیلی خوبیه به نظر می رسد، اما اگر نیروی جاذبه ناگهان قطع شود همه جهان بر روی هم می ریزد. شاید بتوان با مشکلات و سختی های ناشی از بلای طبیعی هم کنار بیاییم، اما در مورد این چطور؟ این آقا حتما یه گرفتاری، من همه چیزشو نخونده بودم، این رو با یک ایمیلی که خوندم اشتباهی اینو برداشتم، ولی ایمیل بدی نیست. سوال چرا این اتفاقات میفته؟ دوم بیماری ها. چرا خدا زندگی را طوری خلق کرده که بعضی از سلول های بدن تحریک میشوند، مثل سلول های سرطانی؟ آیا نمیتوانست زندگی انسان ها را طوری خلق کند که هیچ وقت به بیماری و مریضی گرفتار نشوند؟ این هم در نظر اول ایده خوبی است به نظر می رسد، مخصوصا وقتی صحبت از بیماری جوانها و کودکان باشد، اما وقتی زندگی واقعیت می شود همه انواع و اشکال زندگی نیز ممکن می شود. حتی سلول های بیمار، خیلی از بیماری ها متعلق به گذشته است و با پیشرفت علم پزشکی به خدا مربوط نیست، درمان آن پیدا شده. به نظر می رسد که انسان باید همراه با خدا برای از بین بردن مشکلات و دشواری های انسان تلاش کند. با اینکه دردآور است، اما گاهی اوقات فشار و چالش و درد زندگی است که باعث می شود بیشترین تلاش خود را به کار بگیریم. این دوست عزیز ما، بقیه رو می خونم براتون. قطعا یه گرفتاری براش پیش اومده، اما هنوز از خدا میترسه. میدونید مثل چی؟ مثل هر بلایی که به سر آدم ها میاد صلاح بوده، مصلحت بوده. شاعرامون هم میرن واسه شعر میگن، گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از زمین برداشتی. حرف مزخرفه، حرف شر بره. اگه گربه پرداشت گنجش دیگه نمیمون. شعور شاعر در اون زمان همینقدر بوده. امروز قرن 21مه، ولی خب مردم از خدا میترسن. میترسه، هر بلایی سرش میاره میترسه، میترسه بدترش کنه، میدونه خدا لجبازه. بیماری و مریضی با همه بدی که دارند، اما بخشی از انسانیت و مرگ و میر انسان هستند. خداوند قصد نداشته که در این جهان به انسان عمر جاودانه بدهد. وقت بچه مثلا 6 ساله در بیافرا میمیره، در شمال افریقا همینجور همه با هم میمیرن. بچه های زنهای کوچیکو من فیلم دیدم، میرن تیکه تیکه میکنن، خمه دستشونه. الان شاخه افریقا رو حکومت دینی داره پول میذاره اونجا که یک نقطه فساد دیگه درست کنه. اوباما میخواد بره باهاش صحبت کنه، بره بکنه. چرا باید متحمل دردها و ناراحتی‌های روحی شویم؟ هم سوال میکنه هم خودش جواب خودشو میده. چه از دست دادن عزیزی باشد یا شاهد درد کشیدن یکی از عزیزان بودن، گاهی اوقات دردهای احساسی است که باعث میشود آن چراها به زبانمان بیاید. هنوز میترسه. خیلی خوب یادم میاد شبی که با چشمای گریان رو به آسمان نگاه میکردم، از خدا میپرسیدم چرا باید اینطوری شود. و خوب یادم میاد که همان موقع سوال دیگری به ذهنم آمد که آیا برای فرار از این فقدان دست از تجربه عشق میکشید یا عاشق نیستی؟ بدیهای انسانی یک آهنگ معروف بود که میگفت چطور
آدم ها میتونن انقدر بی‌احساس باشن، چطور میتونن انقدر سنگ دل باشن، چطور میتونن یه نفر دیگر سنگسار کنن. نام هایی مثل جان واینه و جفری داهمر به عنوان نمونه های از بدترین نوع شر در زمین در ذهن همه ما حک شده است. تیم مکویک هم به آن لیست اضافه شده. نمیدونم این آدم هایی که میگه، من نمیشناسم. خب گوش کنید، من کاملا متقاعد شدم که در صورت شر انسانی است که میتوان شیطان واقعی را دید و هنوز هم حتی در صورت شر انسانی مثل آن که شهر اوکلاهوما دیدم، دقیقا آنچه سنت پاول نوشته را میبینم. همه چیز برای آنها که خداوند را دوست دارند خوب پیش می رود که می تواند تصویر آن مرد آتش نشانی را در شهر اوکلاهوما فراموش کند که کودک 1 ساله‌ای را از لایشه هواپیما بیرون می کشید. آن کودک به طرز تأسف برانگیزی جان سپرد، اما تصویر مرد آتش نشان و مادر آن کودک که شریک غم از دست رفتن کودک همدیگر در آغوش گرفته بودند به یاد ماندنی است. یعنی غریبه ها در میان رنج و بدبختی ها با هم همدردی می کنند. نمیدونم این آقا درد اصلیش چیه، می رسیم بهش. ولی همون جوری که بهتون گفتم، هم سوالشو می کنه چون دردش اومده، سرش رو با آسمون کرده، الان میترسه دوباره بگه، میترسه خودش هم همون بلایی که سرش اومده دوباره بیاد. حالا این یک کسیشو از دست داده، برو برگرد نداره. اینجا نکته مهمی است که در مواجهه با درد روحی و احساسی باید بیاد داشته باشید. وقتی آسیب روحی دیده این، به دنبال پاسخهای عقلانی و منطقی نیستیم. تصور کنید که با حادثه اوکلاهوما نگاه میکردید. حالا همه که اوکلاهوما رو ندیدن برادر، که یه چیزی رو که همه میشناسن بگو. من نمیدونم این اوکلاهوما چی بوده. بعد یک فرمول علمی جادویی در آسمان با پاسخ ظاهر میشود. به خاطر این است که x به اضافه y بر جذر y یه مقداری رفته روی محاسبات چیز، براتون میخونم چون من نمیفهمم. بر جذر وای، و آیا این راضی تا می کند؟ نه، راه حل اینجاست. ما دنبال پاسخ برای مغزمان نیستیم، بلکه به دنبال مرهمی برای زخممانیم. وقتی آسیب روحی دیده ایم، آسیب با مغزمان در ارتباط نبوده، روحمان خدشه‌دار شده. حالا اینجا باز داره چیز میکنه، اجازه بدهید درس هایی برایتان عنوان کنم که شما را در درد ها و ناراحتی ها به خدا نزدیکتر میکنند. 1. پرسیدن چرا از خدا اشتباه نیست. به آخرین قسمت انجیل نگاه کنید، حتی پیغمبر خدا نیز در رنج و بدبختی از خدا میپرسد چرا، و احساس تنهایی می کند. 2. خدا برای تنبیه ما رنج و ناراحتی نمی فرستد. انجیل متی مسیح به ما نشان می دهد که او این یک چیزیه. خدا در رنج و تنهایی ما رو تنها نمی گذارد. فکر کنم یک کشیشه اینا رو نوشته. یک کشیشه نوشته. نه، خدا وقتی ما درد میکشیم غایب نیست، در کنار ماست. یکی از دوستانم میگفت در بدترین و دردآورترین تجربه زندگیش به سمت خدا زجه زده است که وقتی پسرم مرد کجا بودی؟ بعد صدای نرم و آرام شنید که میگوید من همون جا بودم که تو بودی وقتی پسرم مرد. این تبلیغ دین مسیحه. ببخشید وقتتون رو گرفتم با این. من این رو با یک نوشته دیگه اشتباهی گرفتم، چون اون نوشته رو اولش خونده بودم. جوانی بود زیر 20 سال و چراهایی داشت. این که براتون خوندم، یک آقای بود اسمش هم این زیر نوشته مهدی از آلمان، شماره تلفنش هم گذاشته، شماره تلفن دستیه. بله، کشیش یا مسیحیه. یه جوون مسیحی هست، خیلی به من تلفن میکنه. خلاصه ما رو سر کار گذاشتن.
از اینکه من سر کار رفتم هیچ اشکال نداره، از اینکه وقت شما رو گرفتم پوزش میخوام. دوستان همزبانان افغانی و تاجیکی ما خیلی به من تلفن میکنن و اخیراً ایمیل میفرسن که وقتی شما حرف میزنی فقط نگو ایرانیان، ما هم زبون تو رو میفهمیم. من فکر میکنم یه وقتی همه ما ایرانی بودیم و همبستگی ما، من نمیخوام بگم حالا شما تاجیکستان رو بیارین جزوی ایران کنید، چون همین هم که تو ایران هم میخوان در رن. یا افغانی ها اینجا نوشته آقای رضا فاضلی، ما افغان ها پارسی زبان هم از شما ممنونیم، شما در روشن کردن افکار مردم خصوصا نسل جوان نقش بارزی دارید. خواهش میکنم از شما دارم این است که پارسی زبان های افغان و تاجیکستان را نیز مخاطب قرار دهید و از بیچارگی هایی که ایشان از اسلام ناب محمدی کشی میکشند نیز یادی کنید. تنها ملت ایران را نگویید، ما هم جزی از شما بودیم که با حمله تازیان سوسمارخور از هم جدا شدیم. چه بهتر بود اگر ما در افغانستان به عقیده بودایی خود بودیم، لااقل امروز مانند تایوان یا تایلند کشوری نسبتاً آباد می داشتیم. ولی این فرهنگ 1400 ساله اسلام آمد که بعد از گذشت 1400 سال هنوز هم مردم سرزمین من با هم نزاع دارند که تو شیعه هستی و من سنی، آخر کی به حال می آییم که این دو سر یک کرباس است؟ از شما خواهش میکنم که دوباره شیادانی که با لباس گوسفند در میان ملت ما هستند یا به نام سید و سادات، اولاد به حق پیامبر، که همانند او در جمع کردن پول و زن دست پیامبر را هم از پشت بسته است، توجه نموده از ایشان نیز نام ببرید. این شیادان که پدرانشان در جنگ های قبیله‌ای کشته شدند و ناموسشان به دست دیگر تازیان وحشی و از فامیل خودشان به اسارت فاحشه‌گری برده شده اند، 1300 سال است که ما را هم شریک خود کردند و هر سال در و دیوارها را سیاه می‌بندند. خواهش می‌کنم نابی از این ملت اسیر پارسی زبان در افغانستان نیز بگیرید. به یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. خرد همراهتان. این رو همزبان افغانی نوشته برای من. تلفن های زیادی من از افغانستان میگیرم، از تاجیکستان میگیرم و کسانی که به خودشون اومدن، نه کسانی که هنوز غرق تعصبن و تعدادشون هم زیاده. ببینید از این 70 میلیون هر وقت 51% به خردگرایی رو بیاره، اون وقت مملکت ما آباد میشه. ولی متاسفانه الان من فکر نمی کنم بیشتر از 10% ما به طرف خردگرایی رفته باشیم، چه اونایی که خاموشن، چه اونایی که فعالن، چه اونایی که گوش میدن و هیچی نمیگن، چه اونایی که گوش میدن و فعالیت میکنن. یعنی شما حساب بکنید، میدونم توی ایران با هر کی حرف میزنی فوش میده به اسلام و مسلمونی، این رو میدونم، اما ته دلش هنوز میره نماز میخونه، هنوز میره سینه میزنه، هنوز تا بهش حرف بزنی امام حسین و دست بریده، حضرت عباس و سفره رقیه و نذر و نیاز. و یکی از اینا به من از آلمان، از انگلیس تلفن کرده بود که آقای فاضلی من همه حرفات قبول دارم، اما استخاره من کردم دو سه دفعه درست در اومده. ببینید با آدم های اینجوری، این طبیعی ها، 1400 سال آمپول حماقت به ما تزریق کردند. ضد این آمپول فقط اینه، اینه بخونید، این ضد اون آمپوله. قرآن به زبونی که میفهمی، از من نخر، هر قرآنی دلت میخواد بگیر به زبون فارسی بگو ببینم چی ازش میفهمی.
قرآن رو بخون که بفهمی. قرآن رو بخون دو رقم میشه. قرآن کلام خداست، من میخونم. بخون. آیا این قرآن کلام خداست؟ من میخونم. اونم بخون. نتیجه هرچی خودت گرفتی اون درسته، نه هرچی من به تو میگم. این اتفاقاتی که توی ایران داره میفته یه سمبولی شد که من یه چیزی دستم اومد فهمیدم ایرانی ها واقعا این آدم ها رو نشون میکنن. روز دوشنبه بود فکر میکنم راجع به یه دادگاهی تو خیابون میرماد من صحبت کردم، گفتم یه دادگاهی، یه دادگاه صدر، و چند نفر تلفن کردن گفتن یا آدمی اینجا به اسم سید رضایی یا سید رضایی یا یه هم چیزی، یه کلاهبردار، یه دوست، یه قاضی دوست. این وقتی که دعوا میره پیشش، من نمیدونم یا خودش یا واسطهشو میفرسته با این ور دعوا صحبت میکنه میگه چقدر میدی، با این دعوار دعوا صحبت میکنه میگه چقدر میدی، هر کی بیشتر صحبت پول داد میگه رأی مال توه. گفتم 4-5 نفر به من تلفن کردن، به محض که من اینه اعلام کردم شاید 20 نفر به من تلفن کردن که آقا درست میگی، قاضی ها همه دزد و پفیوزن، این از همه شون دزدتر و پفیوزتره. شعبه 42 دادگاه صدر، خیابون میرماد، شخصی به نام سید رضایی یا سید رضایی، نمیدونم اسمش چیه. پس بنابراین تمام آدم هایی که دارن ظلم میکنن، اون کسانی که اونجا بهشون ظلم شده، اینا رو حساب و کتابشو دارن، منتظرش هستن که وقتش برسه، منتظر روز دادخواهی هستن، منتظر روزی هستن که دست اینام به اون برسه. این تلفن ها که شد من دیدم که نه، مردم فراموش نکردن و همه همین حرف رو میزنن، میگه هر کی بیشتر پول داشته باشه پیش این بره اون برنده است. حالا چقدر از این قاضی های دوز تو ایران هست من نمیدونم. دوستی داریم در ایران به اسم علیرضا، یک چیزی از من خواسته بود، اون مدارکی که برای من برای ایمیل فرستادی گم کردم، هرچی میگردم پیدا نمی کنم، ولی کار اصلیمون درست شده، اون مدارک رو فقط برای من یه بار دیگه بفرست، خواهش میکنم، امیدوارم صدامو بشنوی. اینا رو همه رو گفتم و بیدار شدن افراد. قرار شد امروز من از ایمیل ها فقط صحبت کنم. خواهش میکنم ایمیل مرا در برنامه بخوانید، شاید به رگ غیرت کسانی که در خارج از کشور هستند بر بخورد و وظیفه خودشان را انجام بدهند و بدانند که اگر آنها در راه وطن پول بدهند ما جانمان را در این راه داریم میدهیم. آقای فاضلی، به ایرانم قسم که وقتی در ایران به هر دلیل علیه رژیم کنونی راه پیمایی میشود دلم میخواهد بروم، در حالی که دو بار زندانی شدم. زورم می آید به این دلیل که کسانی که در خارج از کشور هستند زورشان می آید نفری 50 دلار کمک کنند. به خودم می گویم من یا همسال من جان خود را به خطر بیاندازیم، در حالی که این افراد حتی 10 یا 20 دلار هم در راه خردورزی کمک نمی کنند. ببین عزیز من، تو اگر جور خودتو به خطر می اندازی، هر کاری می کنی برای خودت می کنی، اینا زندگیشون رو برداشتن اومدن بیرون. اونجوری هم نیست، خیلی بین این افراد هست مسئولن، منتها
اون روزی این مسئله رفع میشه که من دیگه احتیاج نداشته باشم بگم آقا آخر برج چیزی هم. هر وقتم میگم خدا وکیلی میدن. باور کن هر وقت گفتم آخر برج نگاه کردم دم یا $100 پایینم یا $100 بالا، لنگم نذاشتن، دیر و زود داشته، سوخت و سوز نداشته. عیب از منه که نمیگم. من اگر تأمین باشم اصلا یک کلمه حرف پول نمیزنم. هر وقت میدم آخر برج یواش یواش باید برم کردیت کارت بدم، اون وقت سرصدام در میاد. و تو هم اگر میری راه پیمایی برای اینا نمیری. درسته بهرشو اینا میبرن، ولی تو باید خودتو نجات بدی در ایران. تمامی تلویزیون ها 24 ساعت درخواست کمک میکنن، ولی گهگاهی که آقای فاضلی میگوید اگر میدانید این کار من به خردورزی کمک میکند کمک کنید، به ایران قسم که من خیس عرق میشم، من به خجالت میکشم. خیلی ممنون که به فکر من هستی. خواهشاً این ایمیل را در برنامه بخونید، متذکر بشوید. اگر پول بدهند با یکی دو نشان زدند، اول اینکه در راه نجات وطن به خردورزی قدم برداشتند، دوم اینکه پیش وجدان خود به دلیل آوردن این رژیم شرمنده نیستند. آره این درست میگی. بالاخره هر کسی باید تاوان کارش را به طریقی بدهد. ببین دوستانی که در خارج از کشور هستند انقدر چیزهای دیدن که سخت باورشون میشه. من یه وقتا که خودم یه چیزی رو میخوام خودم بیشتر خجالت میکشم، برای این که میبینم خب یه جوریه که دوست ندارم. نمیدونم، عیب از منه، عیب از کسی نیست. و خواهش میکنم که شما زیاد جبهه در این مورد نگیر، شما کار خودت رو بکن. اشاعه خیره، من مبارزم با دین اینه که میگم مردم اگه خرد ورز بشن میدونن چه دینی رو انتخاب بکنن چه دینی رو انتخاب نکنن، یا اصلا مجبور نیستن که حتما یه دینی داشته باشن. نمیگم نداشته باشید، میگم خودتون وقتی به خرد رسیدید انتخاب بکنید که چی کار میخواید بکنید. من دین جدیدی نیاوردم. این را هم میدونم که با حرفهای من نه شماها ضد خدا میشید، نه ضد محمد میشید، نه هیچ. گفتم خیلی راحت 63 میلیون جمعیت ایران هنوز بابعیه. به این دلیله که این حکومت بالا سرشه، چون این حکومت لایق اوناست. شما 7 میلیون دارید راهتون رو عوض میکنید، ولی در طول یک نسل یک ضریب 5 پیدا میکنید. شما بی برو برگرد ضریب 5 پیدا میکنید. وقتی که من میبینم بانوی 65 ساله بیدار شده، وقتی میبینم مرد 90 ساله به من تلفن میکنه میگه من بیدار کردی، وقتی میبینم تعداد آدمهایی، البته تعداد جوانها زیادتره، ولی تعداد افراد بالای 50 هم خیلیه و اینها هنوز وقت دارن بچه هاشون رو به راه راست هدایت کنن. یکی هم مثل این آقای کشیش میشه که هنوز میگه هرچی خدا سر من بلا میاره خودش میدونه کار خوبی کرده، اومده آخوندی صحبت کرده که اگه بلا با این چیزها رو خدا میزه. اولش اومده انتقاد کرده گفته چرا، بعد گفته صلاحه، صلاحه، خدا عشقه، خدا صلاحه. یه وقتی آدم هست بخواد خودشو به خواب بزنه، هیچکی نمیتونه بیدارش کنه. یه وقتی هست آدم خوابه، یه تکونش بدی بیدار میشه. بعضی ها خودشونه بخواد، بعضی ها هم شغلشونه.
از این را نون در میاره، میگه آقا من کشیشم، محل مغازم اینه، من آخوندم محل مغازم اینه، من خاخامم محل مغازم اینه، رای دیگه من کار دیگه بلد نیستم بکنم، من اصلا برای کار کردن خلق نشدم، من خلق شدم مردم کار کنم بدم من بخورم. چرا؟ خدا عشقه، دارم خودش میدونه چیکار میکنه. پسرش رو داد به دار زدن خدا. تو مسیحیت خدا پسرش رو داد به دار زدن. من میگم این خدا دیوونه است، شما میگین نیست، شماها درست میگین، چون من نمیدم به خاطر هیچی نمیدم پسرم رو دار بزنم. این یکی از دوستان، اسمش هم ننوشته، از ایران برای من فرستاده به نام، نامش هم نمیخونم دیگه، نوشته نخون، 19 ساله، میگه امروز یکی از وبلاگ های اینترنتی مطلبی در مورد جنها خواندم، برای شما هم ایمیل میکنم بخوانید، در صورت امکان در برنامه تان مدتی را به صحبت در این مورد اختصاص دهید. واقعا اینا فکر نمی کند که این اطلاعات را از کجا آوردند، از کجا می دانند که مثلا در روز شنبه کدام جن حکومت می کند. لابد حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای در خواب با یکی از این جنها صحبت کرده، امیدوارم خدای ناکرده باهاش رابطه جنسی برقرار نکرده باشه. واقعا احمق هایی که فکر میکردند که شهاب سنگ ها تیرهای هفت تیر جناب الله هستند، تا جایی که من میدانم نوری که از شهاب سنگ ها ساطع میشود در اثر برخورد با اتمسفر زمین و تولید گاز است و بیرون از اتمسفر زمین هیچ نوری ندارند. شرح تفصیلی زندگی جنیان. جن حیوانی هوایی است و از خصوصیات جن این است که به شکل‌های مختلف در می‌آید و خداوند آنان را از آتش آفریده است، چنان که در قرآن آمده است و در آنجا در اخبار صحیح از پیامبر اسلام صاد نیز درباره آنان مطالب بسیاری بیان شده است. پادشاهان جن. در بین جنیان سازمان و حکومتی و پیامبری وجود نداشت و با پیامبران مخالفت می‌کردند و طغیان نموده و در زمین فسادهای بسیار به راه انداختند. شرارت و فساد جنیان به تدریج به آن حد رسید که مشیت خداوندی اقتضا نمود تا لشکری از فرشتگان را به جنگ با آنان فرستاد. فرشتگان سرزمین های آنان را گرفتند و جنیان را به اطراف و اکناف و جزایر دریاها راندند. حالا اطراف و اکناف و جزایر دریاها رو چی میره دنبالش؟ یا آخوندی اینا رو گفته. جمعی را نیز اسیر کردند. یه دی باور میکنن و میخندین، باور کنید یه دی باور میکنن اینا رو. از جمله اسیران جن یکی عزازیل نام داشت که در آن روزگار هنوز کودکی بیش نبود و به تدریج به دست فرشتگان پرورش یافته بزرگ شد. عزازیل همان است که بعدها به شیطان معروف و مشهور گردید. در بین جنها مانند انسانها نیک و بد و مؤمن و کافر وجود دارد. همه جنها زیر دست و در اطاعت رؤسای خود هستند، چنان که هرگز نافرمانی نمی کنند. یعنی شماها حرف آخوندار رو باید گوش بدید. در هر یک روز از روزهای هفته یکی از جنها بر تمام جنیان دیگر حکومت و پادشاهی می کند و حکومت و زمامداری این هفتن با سایرین ثابت است. حاکمان ایام هفته برای جنیان عبارتند از میمون ابانوخ، حاکم روز شنبه، ابو عبدالله سعید المذهب، حاکم روز یک شنبه، و به ترتیب باقی ایام. در اینجا بدیهی است که این سوال مطرح شود که آیا پادشاهان و حاکمان جنها منحصر به همین هفت نفر می باشند یا خیر؟ در پاسخ می گوییم آری همین طور است.
زیرا طول عمر جنیان بسیار زیاد است و طبق آنچه ما از اشخاص مبسخ شنیده ایم از حدود 500 سال تا 3000 سال است. هر جنی بین 500 سال تا 3000 سال. دروغ و سخون نداره. تو قرآن نوشته جن، سوره جن. از قرآن میخونم یه خود براتون. شیاطین که خود از جن هستند اقسام گوناگون دارد که معروفترین آنها غول نام دارد. گفته می شود مسافری که در بیابان تنها باشد غول بر او ظاهر می شود و اراده می کند تا آن مسافر را بکشد. اگر شیاطین به سوی آسمان ها بالا بروند بخواهند استراق سهم کنند، یواشکی ببینم بالا چیه، خداوند آنان را با شهاب دفع می کند و در نتیجه بعضی از آنها سوخته و هلاک می شوند. از حضرت امام صادق روایت شده است که ابلیس به سوی هفت آسمان بالا می رفت و به سخنان فرشتگان گوش می داد، خبرهای آسمانی را می شنید، اما هنگامی که حضرت عیسی متولد شد از بالا رفتن به سه آسمان منع و محروم گردید و از آن پس تنها تا چهار آسمان بالا می رفت. وقتی رسول اکرم به دنیا آمد ابلیس را از صعود به همه آسمان ها منع نمودند و از آن پس شیاطین جن را با تیرهای شهاب از درهای آسمان ها راندند، برای همیشه از صعود به آسمان ها محروم شدند. گفته می شود که جایگاهی که ابلیس و شیاطین دار و دسته او در آنجا دزدیده به سخنان فرشتگان گوش فرا می دادند آسمان سوم بوده است که قبل از ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برقرار بود. من سادش رو کامل خوندم چون میشه ساد بعد اسم رسول اکرم که میاد باید همه رو گفت. در کتاب قرآن نمیدونم چقدر وقت دارم، باور کنید، سوره هست به نام سوره جن، دست اونم کار نمیکن. پونصد و هفتاد و دو. شما هم تو قرآن خودتون ببینین که من از خودم در نیاورده باشم این جنا رو اختراع نکرده باشم یه وقتی، چون بعضی ها میخوان منو چیدم کنم بگن که همه حرفاش دروغه، میگه این قرآنت با قرآن ما فرق میکنه، ما قرآنمون از آسمون افتاده. در سوره جن، سوره مکی و شامل 28 آیه به نام خداوند بخشنده مهربان، این بسم الله الرحمن الرحیم و اون گروهی که در زمان عثمان قرآن رو تدوین می کردن گذاشتن سر سوره ها، هیچ ربطی به آیات قرآن نداره، از خودشون گذاشتن، مال الله هم نیست. بگو به من وحی شده که عده‌ای از جنیان قرآن را شنیدند و گفتند قرآن عجیبی شنیدیم. حضرت محمد می‌فرمایند که الله گفته بگو به من وحی شده که عده‌ای از جنیان قرآن را شنیدند گفتند قرآن عجیبی شنیدیم. مردم را به راه راست هدایت می‌کند، لذا به آن ایمان آوردیم و هیچ کس را شریک خداوندمان نمی‌سازیم. جنا شأن صاحب اختیار ما والاست، زن و فرزندی نگرفته است. افراد کم عقل ما سخنان نامربوطی درباره خدا میگفتند و ما فکر میکردیم انس و جن از قول خدا هرگز دروغ نمیگویند و عده از انسانها به مردانی از جن پناه میبردند و جنیان بر گمراهی آنها اضافه میکردند. آنها همانطور که شما گمان می کردید گمان می کردند که خدا هیچ وقت کسی را برای دادن پاداش کارهایشان زنده نمی کند. ما آسمان را لمس کردیم و آن را پر از نگهبانان سختگیر و شهاب یافتیم و ما در جاهایی برای شنیدن می نشستیم. حالا هر کس گوش بدهد شهاب آسمانی را مراقب خود می یابد. اینا را توی قرآن نوشته، تو قرآن، من تو قرآن دارم میخونم. اگه با عقلت میخونه اینا
من مخلصتم، من حرفی ندارم، شما درست میگی. شمعو خاموش کن، خورما رو بخور، هر کاری میخوای بکنی بکن. اگه میخوای روش فکر کنی این جنا کجا بودن، این محمد راجب چی حرف میزنه، کدوم الله راجب جنا حرف میزنه، چرا هرچی غیبه راجبش به ما میگن، چیزی که هستش ما نمیتونیم ببینیم. اون وقت اون بچه 14 ساله، آقای فاضلی شما پدر مادر تو اون شبی که پلو هم خوابیدن که تو رو درست کنن ندیدی، پس باید باور کنی. ببینید شعور این اندازه است، شعور انقدره یه چیزی رو که میخوان نفی کنن حتی بلد نیستن بحث کنن. اما خودم قاطی اون حرف رو نمی کنم. دوستان مثل که آخر برجه، همین فقط، دیگه حرف دیگه نمی زنیم، آخر برجه دیگه، خودتون می دونین هر کاری بکنین بکنین. 2 روزم هست از این کتاب نگاهی نو به اسلام نخوندم، سعی می کنم روز جمعه که روز کتاب خونیه مقداری هم از این کتاب براتون بخونم، که برنامه های من در طول هفته روزهای دوشنبه تا جمعه 7 صبح تا 8 صبح، شنبه و یک شنبه 7 شب تا 8 شبه. اگر دلتون میخواد، اگر چیزی بهتون میده، اگر بهره‌ای ازش میگیرید حتما نگاه کنید، اگرم نمیگیرید عذر میخوام که مزاحمتون میشم، چون حرفی من ندارم بزنم جز درباره خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.